بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه بینندگان عزیز. آرادیای دوست داشتنی با یکی دیگه از برنامه‌های پولسازی به سبک آراد در خدمتتون هستیم و امیدوارم که امروز موضوعی رو که براتون در نظر گرفتیم و صحبت‌هایی که میشه بتونید همه راهکارها رو استفاده کنید برای خودتون در مذاکراتی که دارید و انشالله که مثمر ثمر باشه براتون. امروز در خدمت دو تا از همکارای عزیزم هستم که انشالله من رو همراهی میکنن، آقای حسین منش عزیز و آقای یعقوبی. ازشون میخوام که یه معرفی داشته باشن تا انشالله بتونیم بحث رو شروع بکنیم. شما آقای حسین منش میخواید خودتون رو معرفی کنید؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه آرادی های عزیز و حضار جمع. حسین منش هستم، تاجر و سفیر شرکت آرادن. ممنونم ازتون آقای یعقوبی عزیز. به نام خدا. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و حضار دوست داشتنی. مسعود یعقوبی هستم، سفیر و تاجر آراتی. ممنونم از حضورتون. امروز میخوایم در مورد بحث اصول و فنون مذاکره صحبت کنیم و از اونجایی که باب بسیار بسیار بلندیه بحث اصول و فنون مذاکره، ما چند تا از سطح‌هاش رو سعی میکنیم حالا دوستان عزیزم، همکارهای دیگم که میان صحبت میکنن، اینها رو انشالله مورد بررسی قرار بدیم و همه عزیزان بتونن از این نکات استفاده کنن. حالا بابی که خودم دوست دارم یه اصطلاح نکاتی رو در موردش بگم، یکی بحث ایجاد وقفه در مذاکراته. ببینید، اگر مذاکره کردن رو به یک جنگ من تمثیل کنم، دقت کرده باشید یه جاهایی اصطلاحا میگن وقفه ایجاد میشه در جنگ و یه تایم استراحتی میدن و یه سری استراتژی هایی ایجاد میشه در جنگ ها از طرف کسانی که مدیریت میکنن اون رو، و این خیلی مهمه. یعنی یه جاهایی کسی که داره مذاکره میکنه اینجا باید دقت بکنه که یه جاهایی حتما باید این تکنیک رو استفاده کنه، یه وقفه هایی رو ایجاد کنه در مذاکره. حالا چند ساعت استراحت میشه و یا خدمت شما عرض کنم که حربه هایی دیگه استفاده میکنه برای اینی که بتونه مذاکره رو مدیریت کنه. اصطلاحا شاید بگم خیلی از اتفاقهایی که در دنیای سیاست و غیره اتفاق میفته، این نکات رو شما درش دقت کنی میبینید به خوبی داره اجرا میشه. یعنی مثلا میگم در مذاکرات خیلی مهمی که در دنیا اتفاق میفته، میبینید که یه جاهایی حتی چند روز این مذاکره متوقف میشه، وقفه ایجاد میکنن در مذاکرات تا بتونن همدیگر رو بررسی کنن، اصطلاحاً اون نقاط ضعف و قوت همدیگر رو در بیارن و مجدد دوباره وارد بشن و بتونن که این مسیر رو پیش ببرن. پس دوستان رو دقت کنن، وقفه در مذاکره یه تکنیکه و شما این رو باید با یک هوش لحظه‌ای خوب و با یک استراتژی دقیق بتونی این رو در مذاکراتت اجرا کنی، و اگر حقیقتاً قدرت و توان این رو در خودتون ایجاد نکنیم در خیلی از مذاکرات شکست می‌خوریم. پس این نکته رو حتما دوستان دقت بکنن. دو تا از عزیزان که حالا موضوعات مختلف دیگه رو قطعاً مد نظرتون هست، آقای یعقوبی عزیز، موضوعی که شما انتخاب کردید برای این مبحث رو بفرمایید اگه نکته‌ای هست. مراقب من توست. سلام. عرضم به خدمتتون که یکی از اصول اصلی فنون مذاکره بحث حفظ آبروی دو طرف است. عرضم به خدمتتون یکی از به قول معروف موضوعاتی که شاید فراموش شده اینه که ما یادمون میره موضوعات اصلی نیازی نیست حتما توی مذاکرات رسمی انجام بشه. بعضی وقتا یک سری مذاکرات غیر رسمی وجود داره که اشخاص انجام میدن و کاربردی بودنش و نتیجهش حتی بیشتر از یک مذاکره رسمی از آب در میاد. به طور مثال زمانی که همونطور که خودتون فرمودین یه مذاکره به یه مشکلی خورده، به یه بن‌بستی خورده، یه فردی که هوش لحظه‌ای خوبی داره میتونه از موقعیت یک بررسی خوبی انجام بده توی ذهن خودش، میاد شخصی که توی حالا معمولا مذاکراتی که به صورت تیمی انجام میشه، دو تا تیم درگیره
مذاکره هستن، در تیم مقابل شخصی که خب دارای اختیاره و میتونه یک سری مشکلات رو باش حل کنه، گوشه میتونه توی یک راپله یا گوشه اتاق همون ساختمون یه صحبت خیلی کوتاه و خلاصه برای اینکه بتونن مشکلات خودشون رو برطرف کنن تا در طول به قول معروف اون مذاکره رسمی این مشکلات مانع انجام شدن اون کار نشه. خیلی تأثیر بیشتری میتونه داشته باشه نسبت به یک عرضم به خدمتون که مذاکره رسمی بودن. عرضم به خدمتون نکته‌ای که وجود داره این که برای این به اصطلاح مذاکره غیر رسمی دو تا عامل بسیار مهم. اولی این که فردی که قراره این کار رو انجام بده باید در درجه اول مورد اعتماد باشه، مورد اعتماد اون شخص تیم مقابل. نکته دوم بحث اینه که اون شخص نیازه تا با توجه به این که به قول معروف اون اعتماده رو داره یک شخص تاثیرگذار هم باشه، یعنی در مقابل خواسته های اون شخص یا اون تیم مقابل قدرت تصمیم گیری و اختیار رو داشته باشه. خب اینجا میتونه با یه حضور خوب با یک به اصطلاح صحبت تاثیرگذار این کار رو انجام بده. و نکته‌ای که وجود داره معمولاً افرادی که ارشدترن در واقع تجربه بیشتری دارن برای این کار انتخاب بشن، افرادی که شناخت بیشتری نسبت به تیم خودشون بحث مذاکره خودشون دارن و میتونن تو لحظه بهترین تصمیم ها رو بگیرن، معمولا این افرادن که بهترین نتیجه ها رو رقم میزن. خیلی عالی، نکته بسیار بسیار ظریفی بود و خیلی کاربردی. پس ما الان تو حالت جمع‌بندی دو تا از اصول و فنون مذاکره رو صحبت کردیم، یکی بحث ایجاد وقفه در مذاکرات بود و یکی هم حفظ آبروی طرفین که نکات خیلی خوبی رو جناب یعقوبی اشاره کردن. بریم این سمت. آقا سید عزیز، آقا حسین منش عزیز، اگر نکته‌ای در باب سوم هست بفرمایید. سلام علیکم. موضوعی که می‌خوام درباره صحبت کنم اینه که چطور بتونیم دست برتر و اون دست بالا رو تو مذاکره داشته باشیم و قدرت تو مذاکره دست ما حفظ بمونه. حالا یه اصطلاحی براش گذاشتم، امیدوارم که بهم خورده گرفته نشه. چطور ما میتونیم این قدرت رو تو مذاکره به دست بگیریم با اقدام به حمله؟ ببینید، من و آقای یعقوبی میخوایم بریم وارد مذاکره بشیم. حالا مذاکره به صورت عامش، حالا مذاکره یا سیاسی یا اقتصادی، اینجا موضوع ما صحبت اقتصادی. من و شما میخوایم وارد مذاکره بشیم با هم، هر کدوممون یه سری منافع و اهداف مد نظرمون. چی باعث میشه که من از اون مذاکره با منافع حد اکثری بیام بیرون، مذاکره رو خوب تموم کنم و بیشتری منفعت رو به دست آورده باشم؟ این اقدام به حمله یعنی چی؟ یعنی بیایم اولا دست بذاریم در نقاط ضعف طرف مقابل و دو محکم صحبت کنیم و محکم اون نقاط ضعف رو به روش بریم. این چه فایده ای داره؟ باعث میشه که طرف مقابل مشغول پوشش دادن اون نقطه ضعفش بشه و دو تا فایده داره برای ما. اول اینکه از نقاط ضعف ما غافل میشه، دو نقاط قوت خودش هم فراموش میکنه و این باعث میشه که ما دست برتر رو توی مذاکره داشته باشیم. حالا این اتفاق تو همه مذاکره ها میفته، یعنی طرف مقابل هم همچین حرکتی رو شما انجام میده، از این تکنیک استفاده میکنه. اینجا مذاکره کننده ها دو مدلن، یا مذاکره کننده قوی و با تجربه است یا بی تجربه. مذاکره کننده قوی تو اینجا به شما مهلت میده که استفاده کنی از این دست گذاشتن روی این نقطه ضعف و بهت یکم راه میده، میذاره پیش بیای و همزمان داره فکر میکنه این که چطور از نقطه ضعف خودت وارد بشه مجددا، یعنی همه حواسشو نمیذاره توی دفاع از نقطه ضعف خودش. اما مذاکره کننده های بی تجربه، وقتی من به شما میام مثلا اون دست میذارم رو نقطه ضعف شما، مغرور میشم اگه من مذاکره کننده کم تجربه باشم و این غرور، این مستی پیروزی باعث میشه که طرف مقابل
وقتی که شما همین مغرور پیروزی مذاکره رو فکر میکنید دیگه الان تمومه، اولین فرصت دست میذاره رو نقطه ضعف شما، جایی که دیگه شما دقیقاً یه بدلی رو شما میزنه. دقت کنید تو جنگ ها هم واقعا همینه. دقیقاً شما یه سنگرهای قوی دارید، یه نقطه ضعفایی دارید. وقتی شما حمله میکنید به نقطه ضعف حالا اون دشمن فرضی یا هم مذاکره کننده که دشمن نیست اصطلاحاً، اگه شما حواستو کامل برداری از اون نقطه ضعفای خودت، میبینی که پشت حمله بهت شد و کلن مذاکره رو میبازی، جنگ رو میبازی. اینجا پس دو تا نکته رو باید لحاظ کرد، هم باید حمله رو داشته باشیم و هم حفظ کنیم اون سنگرهای خودمونو، چه نقاط قوتمونو چه نقاط ضعفمونو. حالا چطور میتونیم حمله کنیم؟ حمله کردن ها به چند صورت اتفاق میفته. گفتم اولیش اینه که خب از نقطه ضعف های طرف مقابل استفاده کنیم و اونو محکم صفر بزنیم با بیان صریح. چطور؟ فرضاً مذاکرات تجاری شما دو حالت داره، یا شما میایی با یه تولید کننده داری مذاکره میکنی یا با یه خریدار. در هر صورت خودتو باید دست برتر بدونی. چرا؟ اگه تولید کننده باشه شما میگید که خب من قرار ازش بخرم، پس در قدرت دست شماه. اینجا بروش میاری آقا رزومت چیه؟ حالا به کدوم کشورا به اصطلاح صادرات داشتی؟ کاتالوگ محصولات، آنالیز محصولات، کیفیتش دقیقاً، خوشقول بودنت، آره، ارسال بارت به چه صورت، حجم تولیدت چقدر، میرسونی یا نه. و از بین لابلای همینا میفهمی نقطه ضعفش کجاست، اد کلیک میکنی همونجا و اینجا رو مذاکره رو تو میبری. حالا اگه مشتری بود، مشتری هم باز شما باید دست برتر رو داشته باشی، اون به شما نیاز داره به محصول شما. در هر صورت شما باید جبهه خودت رو حفظ کنی. مشتری اومد، شما نهایت بزنید تو بازی اون، اینکه شما رو به چالش بکشه، قیمتت بالا، کیفیت بالا. ببین شما باید سه تا اصل داشته باشی، یکی این دسترس پذیریه، دو اون بحث اعتماد سازیه، در مرحله آخر اون بحث قیمتت مطرح میشه. دو تا نکته اصلی رو سرش مذاکره کن، قیمتت بالا هم باشه میپذیره، قیمت بالا هم باشه مشتری هم میپذیره. پس تو مذاکرات تجاری ما با دو گروه طرفیم که از این تکنیک حمله توی مذاکره هامون میتونیم مذاکره رو ببریم. فقط اینکه اینو، این تکنیکو به موقع به کار ببریم خیلی مهمه. مثلا بعضا میشه تو مذاکره طرف صداش رو میبره بالا، دستش رو میزنه رو میز. خب اگه اینو بی موقع به کار ببرید، طرف مقابل پاتک میزنه به شما، بدل میزنه چجوری؟ بعد مرگ سهراب نشه. آره بدل میزنه به شما چجوری؟ میگه من ناراحت شدم. اصلا این مذاکره به بنبست رسیده و ما نمیخوایم این اتفاق بیفته، میخوایم مذاکره رو ببریم. پس باید با پنبه سر ببریم. نکته های خیلی خوبی دوستان عزیزم اشاره کردم. ببینید من یه مثال بزنم، شما دقت کنید چطور میشه یه مذاکره 100 میلیونی رو یه آدم میره مذاکره میکنه، یه مذاکره 1 میلیاردی رو یه آدم دیگه، همون آدم رو شاید نیارن سمت همین مذاکره. دقیقاً وقتی میاد بررسی میکنید ببینید به خاطر بالا رفتن اون عدد آدمش هم باید عوض بشه. آدم حرفه‌ای، مسابقات فوتبال رو در نظر بگیرید، هر چی سطح فوتباله میره بالاتر، مثلا از لیگ برتر، بعد مثلا جام حذفی، بعد لیگ قهرمانان و و و غیره، اینجا تیمایی هم که میمونن تیمای خاصی هن. در مذاکره هم همینه، هر چقدر که مذاکره حساستر، پرپولتر باشه، باید طبیعتا آدمش هم خاص‌تر باشه. خب این خاص بودنه در چیه؟ در همه چی، از جمله بحث اصول و فنون مذاکره است. امروز من نوعی که میخوام یک تجارت در حد 50 میلیون تومان انجام بدم، باید یه سطح از دانش داشته باشم. وقتی که میخوام برم سمت معامله‌های 500 میلیونی و 1 میلیاردی و به بالاتر، قطعاً باید خودم رو قوی‌تر کنم. ما در آراد نفس به نفس داریم، اساتید ما هر روز به ما یاد میدن، هر روز یاد میگیریم. ما هم حقیقتاً از خودمون که چیزی نداریم، هر روز اساتید به ما نکته‌هایی رو میگن و ما اینا رو اجرا میکنیم، در مذاکره میبینیم دقیقاً همینه. یعنی بزرگترین خیری که برای ما هست همینه که خیلی جا ما اصلا تلاشی هم نمی کنیم، فقط کافیه بشنو بفهم، باور کن، به کار ببند تا رستگار شوی. همین رو ما رعایت می کنیم و نتیجه می گیریم. پس یکی بحث اصول مذاکره رو ما صحبت کردیم که سه تا اصل ایجاد شد، یکی بحث ایجاد وقفه در مذاکرات بود. آقای یعقوبی عزیز بحث حفظ آبروی طرفین بود که نکته‌های خیلی خوبی داشتن، و آقا سید عزیزم که حالا من اینجوری اصطلاح رو برگردونم که بگم آقا اقدام به مدیریت مذاکره،
اینجوری شاید قشنگتر باشه. و اینی که یه مثالی که میخواستم برای بحثای جنگ بزنم، ببینید ما مثلا تو فیلم مختار اگر دقت کرده باشید، یه جایی میخواستن حمله کنن، بعد یهو در لحظه استراتژی عوض شد، گفت که نه این مدلی میخواستیم، چون نقشه طرف رو دید. مذاکره دقیقا مثل یه میدان جنگه، یعنی طرف داره یه ضربه‌ای میزنه که خودش بشه دستبرتر. شما اگر اصطلاحاً قدرت این رو نداشته باشی که با این مسئله مواجه بشی، چه اتفاقی میفته؟ چی شکست خوردن و یا سودی که باید میومد نمیاد، تموم شد رفت. ما اینا رو بعد انشالله هر چقدر بیشتر میتونیم آموزش ببینیم، یاد بگیریم و الحمدلله به لطف خدا و همت اساتید بزرگ و دوست داشتنیمون، انقدر در آراد سیستم آموزشی قدرتمنده که ما هر چقدر بخوایم میتونیم یاد بگیریم و لذتش رو ببریم. خدا خیرشون بده. آقای یعقوبی، اگر حاضر راجع به موضوع خودتون نکته ای هست که بخواید بگید به عنوان نکته جنبندی؟ عرضم به خدمتتون که نکته ای که وجود داره توی بحث مذاکره ای که گفتم نیازه حالا به صورت به اصطلاح خصوصی انجام بشه، یه نکته خیلی حائز اهمیت، این که اگر سطح اعتماد به نفس افراد تیم من سطح مذاکره فردیشون به اصطلاح پایین باشه، اگر شخص نادرستی بره برای این مذاکره خصوصی، جوری که ما حساب کردیم روی بردش، یعنی این شخص میره که برای ما برد رو به دست بیاره، همونطوری که فرمودین، و خب با توجه به اون اعتماد به نفس پایین و به اون به اصطلاح مذاکره فردی پایین، سطح پایین، مذاکره رو میبازه و در این ناباوری میبینیم که همه چیز برگشت. پس یعنی منظورتون اینه که اون نفری هم که اون شخص خیلی مهمه. دقیقا اون شخص خیلی مهمه و باید به اصطلاح حس اون مدیریت و هوش لحظه‌ای بالا رو داشته باشه. این مهمترین فاکتوریه که اون شخص میتونه توی این انجام به قول معروف مأموریت ایفا کنه. موضوعی هم که هست، افرادی که معمولا توی این جایگاه قرار دارن شناخت خوبی حتی از همتیمی‌های خودشون دارن، یعنی حتی به خوبی میتونن این موضوعات رو کاور کنن و اگر همچین فردی وجود داشته باشه توی اون تیم، قطعاً میتونه مهره خوبی برای پیروزیه باشه. اینکه دست بالا رو بازی کنیم و اون مذاکره رو با یه صحبت دوستانه به نفع خودمون تموم کرده باشیم. عالی، خیلی لطف کردیم، ممنونم آقا سید عزیز. خیلی موضوع جذاب شد اون. یک دوست دارم یکی دو تا نکته دیگه هم بگید که انشالله استفاده. در واقع همین که شما فرمودید، مذاکره مثل یه میدون جنگه و اون مذاکره کننده ها میگن جنگجوهای قوی هستند و توی جنگ بعضن مهندس شعبانی یه بار توی یکی از جلسات میگفت که ما یه جلسه ای داشتیم، طرف مقابل گفتش که اصلا درباره من اطلاع داری اومدی تو جلسه؟ نه، اینقدر آمادگی تو دو دقیقه صحبت کنم میفهمم تو چه ساعتی هست، اصلا نیاز نیست من برات وقت بذارم. همه تجار ما هم باید به این لول برسن، اون بحث هوش لحظه‌ایه، اون بحث مدیریته، که برم تو جلسه مذاکره از توی صحبت‌های خود طرف مقابل علیهش استفاده کنم، مذاکره رو میبرم. یه وقت نیازی است بذارم برای اینکه از قبل چیزی رو آماده کنم، اون اعتماد به نفس، اون هوش لحظه‌ای خیلی کمک کنن. این خیلی خوبه، اما یه تسلط و یه قدرتی همین وسطه خیلی کارآمده، از این جهتی که زمانی یک نفر به این نقطه میرسه که شاید بگم بالای 1000 مذاکره رفته باشه و اصطلاحاً در قالب اون مذاکرات پیروز در اومده باشه، اینجا اون شخص به قول شما مثل استاد عزیزمون من شبانه میرن دیگه، طرف دو دقیقه صحبت کنه همه چیش مشخصه و در میاد. من بارها شده مثلا تو مذاکرات خودم یه سوالی یه موضوعی مطرح میشد و سریع میرفتم پیش استاد تالیا و همونجا راهکار میگرفتم که مهندس جان این موضوع اینجوری شده و استاد به من در لحظه تکنیک میداد که اینو بزن جواب میگیری و دقیقا همون رو میزدم و جواب میگرفتم و این خیلی مایه مباهات و دلگرمیه که واقعا عزیزانی هم که شاید تا الان
موضوع بحث آموزش، مذاکره و این اصول رو رعایت نمی کردن از این لحظه به بعد جدیتر بگیرن. تایم ها رو سعی کنید استفاده کنید، مسائل حاشیه‌ای رو بذارید کنار، بیشتر تمرکزتون رو بیارید رو بحث‌های جدیتر و مهمتری که بهتون یاد داده میشه در آراد، و اینها رو انشالله بتونید در کارتون هم استفاده کنید و نتیجه کافی و وافی رو برای خودتون به ارمغان بیارید. خیلی ممنونم از جناب آقای یعقوبی عزیز، آسیده بزرگ، خیلی لطف کردید، نکات بسیار بسیار خوبی بود. و همونطوری که عرض کردم، بحث اصول و فنون مذاکره رو ما مطرح کردیم که یکی بحث ایجاد وقفه در مذاکرات بود، دومیش بحث حفظ آبروی طرفین در مذاکره، و مرحله سوم هم که بحث اقدام به مدیریت مذاکره بود که امیدوارم تونسته باشیم که نکات خوبی رو بهتون منتقل کنیم و شما هم بهره کافی و وافی رو ببرید. ممنونم از همراهیتون. تا یه برنامه دیگه، یا علی مدد، خدا نگهدارتون.